با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز شنبه است، 13 ماه ژانویه سال 2007 میلادی. این موضوع مربوط به عدالت که اساسا عدالت چیست و ماهیت آن کدام است و اینها بسیار بسیار مورد بحث بوده. قریب 2500 سال است که در باب این موضوع عدالت صحبت شده، به ویژه از قرن 17 به این سو که قضایای مربوط به عرض میکنم که سیاسی اندیشان پیش آمد و طرق جدید از حکومت و اینها، موضوع عدالت بسیار بررسی شده و بد نیست اشارتی به اینها بکنیم. در ایران ما در روزگار قدیم، در روزگار ساسانیان و اشکانیان پیش از آن، یک سیستم قضایی بر کشور حاکم بوده و اتفاقا عدالت نزد ایرانیان بسیار مهم بوده. به این سادگی نیست که ما تصور میکنیم. بخشهایی از این رو آقای کریستنسن توضیح داده است در این ایران دوران ساسانیان که وضع دادگاه ها چگونه بود، بررسی های قضایی چگونه بود. عرض میکنم که اینها پس رفته. بعد از دوران عرض میکنم که طی شدن دوره ساسانیان و غیره و اینها، آمدن اعراب و قوانین اسلام آمدند و قبائل وحشی و نیمه وحشی حاکم شدند بر این مملکت و وقتی می آمدند از هیچ جنایتی روی گردان نبودند، می زدند و می کشتند و می سوختند و اصولا این قبائل بیابانی خصم ساختمان هستند، دشمن مدنیت هستند، تحمل نمی کنند. آقا یک ساختمان رو تحمل نمی کنند، سازندگی رو تحمل نمی کنند، خراب می کنند که جاش یونجه بکنند برای اولاغاشون. همین اعراب، عرض کردم، اینها کارشون زیر چتر ایدئولوژیک اسلام از تخریب مدائن شروع شده و رسیده است به تخریب سرخ بوت و خنگ بوت در افغانستان، تخریب بوت دوقلو، ساختمان دوقلو در نیویورک، هر چیز عظیم هست اینا دوستان خراب کنن. گرایشش به تخریب هست، گرایش این آیین حنیف به گدایی و تقسیم گدایی و بدبختی و نکبت هست. متاسفانه این گرایش هست در بطون و کمون و عرض میکنن گوهرش تخریب هست و سازندگی نیست. چون هر چیز سازندهی و هر حرکت سازندهی، هر کار بزرگی به مثابه گردنکشی در مقابل خداوند تلقی میشه، میشه فرعون. حالا بگذاریم اگر فرعون نمی بود، حالا 70-80 نفر، میلیون نفر مثل گرسنگی مطلق میخوردن، از برکت کار فرعون پول میگیرن امروز. هر کار بزرگ سازنده رو خراب کنین. آقا این که از کعبه عظیمتر شده، اینها همه باید ساختمان ها گداتر از کعبه باشن، بدبختر از کعبه باشن و تحمل نمی کردن. کما این که یک ساختمان بسیار بسیار با شکوهی سعد بن ابی وقاص با ثروتی از ایران آورده بود ساخت، به گونه ای که گفتن تعداد کسانی که می رفتن برای دیدن این ساختمان که از مرمر بود و چه بود اینها بیشتر داشت می شد از کسانی که می رفتن به زیارت کعبه. عمر گفت همچی چیز قابل تحمل نیست، اون ساختمان رو زدم خراب کرد. تنها سازندگی که می شد از اینا در این کشورهای بیچاره که گرفتار اینها می شدن این بود که می آمدن اجازه می گرفتن مسجد بسازن. به همین دلیل هم هست تنها چیزی که ما از آرشیتکت اسلامی در دست داریم، عرض میکنم، مقابر هست و مساجد، مقابر و مساجد. عرض شود که اما آسیای مرکزی ها چون دین نداشتن این مقابر و مساجد رو هم عرض میکنم خراب میکردن. مغلا و ترک ها و اینها می آمدن هر روز هر چیزی ایرانی بیچاره ساخته بود تخریب میکردن. حتی وقتی مغلا هم خوی پلنگی رو رها میکردن و بعد شروع میکردن به سازندگی، یک وحشی بعدی می آمد اونها رو خراب میکرد. این مجمع بزرگی که از فرض کنید خواجه رشید الدین فضل الله بر جای مان، جامع رشیدی، کارهای بزرگ و عظیمی بوده به لحاظ این همه تیمور لنگ می آمد اینا همه رو خراب میکرد، دوست داشتن تخریب بکنن. مولانا می رود به دیدن افلاکی، گفت افلاکی چه میکنی؟ افلاکی بایوگرافر مولاناست. خب گفت که قربان دارم اینجا یک معمار ترک آوردم اینجا و
داره آب و اینجا رو درست میکنه. گفت معمار ترک آوردی؟ آقا ترک رو میارم برای خراب کردن، معمار رومی بیاست میآوردی. این بدون جهت است که این ترک ها غالب هموطنان بر نخورد کسانی که آذربایجانی زبان هستن، این ربطی به اون ترک ها ندارد. ترک ها برای تخریب بودن، یعنی هر جای ساختمانی بود مدنیتی بود اینها خراب کردن و میکردن. از آتیلا بگیرید تا چنگیز تا تیمور لنگ و اینها. خلاصه موضوع عدالت در کشور ما عرض میکنم شده بود عبارت از این بود که اینها یک مدتی بمانند، وقتی تشنگیشون از خون سیراب شد، این آتش فرونشست، ایرانی های بیچاره می آمدن و فضلا و بزرگان در کنار دست اینها، رفته رفته اینها رو دعوت می کردن به عدالت که آقا این خونریزی هم چیز خوبی نیست، شما پادشاه هستین، از شما باید سیادزارها بماند، این جهان دارای قدری نیست، زمان گذران است، به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای، کنون که نوبت توست این ملک بعد گرای، چه دولت هست چه حاجت به گرز مغفر کو، چه حکمت هست چه حاجت به تیغ جوشن خوا. یا شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان، که خاطر نگه دار و درویش باش، نه در بند آسایش خویش باش، برو پاس درویش محتاج دار، که شاه از رعیت بود تاج دار. از اینجور داستان ها که این دو قطعه که خواندم البته از شیخ اجل سعدی است، که تعدیلی در خشونت این وحشی ها به وجود بیاید و می آمد، اما باز قضیه تکرار می شد. سعدی میگوید چه باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگی. این وضعیت بوده است عرض میکنم که کار روزگار ما، خرابی پشت خرابی، کشتار پشت کشتار، غارت، دزدی. هنوز عکس ها هست از سرهای بریده نمیدونم ترکمن ها که اینا حمله میکردن به این شهرهای خراسان. عباس میرزا رو سرکوب کرد، 500 نفرشون رو سر برید. بعد از عباس میرزا در دوره همه قاجار اینا میامدن تا نزدیک اصفهان، اینا میامدن سر میبردن، غارت میکردن. داستانی بود از این مملکت ما. باری اما اگر برگردیم به تاریخ عدالت در یک عرض کنم که مفهوم بالاتری، میبینیم که در روزگار قدیم در این باب صحبت میکردن. یکی از وظایف فیلسوفان قدیم اون بود که در موضوع سیاست و عدالت سخن بگویند. و یکی از اینها، البته قدیمترین اینها و مهمترین اینها، بایستی افلاطون باشه. که جامعه رو به سه طبقه تقسیم میکنه و عدالت رو هارمونی میشناسد. میگوید که مثلا فرض فرمایید که این طبیعت انسان، وجود انسان از هر سبب که امیال مختلف و انگیزه های مختلف هست و همچنین دارای استعداد استدلال ریزن هست، بنابراین زمان روح در حال اعتدال هست که این قدرت استدلال و خرد حکم فرما بشود و این عناصر متضاد که در وجود انسان هستن و هارمونی ایجاد بکند. و تا اونجایی که به جامعه مربوط هست، اون میگوید زمانی جهان آباد خواهد شد که فیلسوفان، خردمندان، دانایان به عرض بکنم به مفهوم عدالت حاکم بشوند و اون گروه های دیگر که اون تقسیم بندیش میگوید کارگران هستند و جنگجویان، اونها کار خود را انجام بدهند و عدالت زمانی است که کاملا قدرت سپرده بشود به اون آریستوکراسی منتخب. یک همچین برداشتی افلاطون دارد و اساسا در تعریف عدالت گفتن بالاترین حدی است که یک جامعه انسانی میتواند اون دست پیدا کند، حالت ایدئال در یک جامعه به لحاظ انسانیت رو عدالت گفتن و گفتن
به همون گونه که در یک نظام فکری حقیقت مد نظر هست، در یک جامعه ایدئال و کامل هم عدالت مد نظر هست. عرب هم میگوید که پادشاهی با کفر بر پای میماند اما با ظلم بر جای نمیماند. عدالت، البته بعد تعاریف متعددی که شد معلوم شد که میشه بعد دو نوع عدالت داشت که به زبان انگلیسی میگوین distributive justice and retributive justice. distributive justice distribute کردن یعنی توزیع کردن، که البته بیشتر عرض میکنن که متفکرین لیبرال آوردن، آن است که بایستی در جامعه توزیع عادلانه ثروت و قدرت باشد. و اون یوتالیتریان ها گفتن که ما از هر عملی بایستی بتوانیم بهترین نتیجه رو بگیریم، بنابراین کاری انجام بدهیم که بهترین نتیجه رو به ما میدهد. ایشون گفتن distributive justice. retributive یعنی عرض میکنم عدالت مبتنی بر انتقام، یعنی در حالی که distributive justice به نتیجه و به آینده نگاه میکند، این retributive به گذشته نگاه میکند که چه عملی اتفاق افتاده انتقامش رو بگیریم. این چشم مقابل چشم، نمیدونم دست مقابل دست، عرض میکنم که اینها قانونهای حمورابی بوده و در اسلام حنیف و عزیز هم وارد شده است. یعنی یک عمل زشت در مقابل یک عمل زشت دیگر به نتیجه خوب رسیدن، اینم مغلطه است، چون شما هرگز یک عمل زشت رو در مقابل عمل زشت دیگر به کار ببرید نتیجه خوبی حاصل نمی کنید. اگر این زد تو گوش اون بزنه تو گوش این، اگر این حسن تغییر رو کشت حسن رو بگیرن بدن به برادر تغییر بدن سر این رو ببر. خب در قبایل نیمه وحشی 1500 سال پیش این جلوگیری می کرده از کشتار قبیلگی و جنگ های مدام، اما امروز چیز عقب افتاده بیمعنی واقعا مهملی است که یک شخصی بزنه یک کسی رو بکشه، بگن خداوند تبارک و تعالی فرموده است که قصاص کنید، این قانون ازلی و ابدی است، توسط جبرئیل امین هم آمده است، دستگاه قضایی کارخانه خدا تولید کرده است و ما هم بایستی که این رو عمل کنیم تا روز قیامت که حضرت رسول خودشون تشریف بیاورن، قرآن زیر بغلشون از تشریف بیاورن قضاوت کنن. اینا همه به اندازه باد گرم در مشک ارزش داره، اینا مزخرفات و مهملات هم وطن هم. بسا اتفاق افتاد که یک عربی زد یک بزی کشت، 100 سال جنگ طول میکشی سر این بز، چون اون مرد این قاتل بز میکشت، اون قبیله میتونه بازم اون را قصاص کنید، حقم دارید ببخشید، چون وقت میبخشیدن یعنی کینه از دل رفته بود، همونجا متوقف میشدی. بسیار پیشرفته بوده برای جامعه بیابانی مناسبات شطوری، اما نه امروز بعد از گذشت اعصار و قرون و این همه پیشرفت در امور حقوقی و قضا و غیره و اینها، حالا شما بیاید دوباره قوانین شطوری رو بیاید وارد کنید که خداوند تبارک و تعالی گفته است. این عین ارتجاع و عین نکبت و عین بدبختی است. بگذاریم در باب distributive and retributive justice صحبت کردیم، عدالت. و این ریتریبیوتی میگوید که ما باید انتقام بگیریم، یعنی یک کسی رو میزنه بگیریم و رو بزنیم. و موضوع قصاص رو به میون آوردن که خب در روزگار قدیم این شاید جلوگیری میکرد از خونریزی و همونجا متوقف میشد. به معنی که حسن حسین رو میکشت، عرض میکنم حسن رو میدادن به قبیله حسین، همونجا میخوابوندن سرش رو میبریدن و مسئله فیصله پیدا میکرد. یک چیز ابتدایی است برای مردمان بیابانگرد نادان، کار وحشیانه ضد بشری است. شما یک آدم معمولی هم تبدیل بکنید به قاتل و با یک عمل زشت بخواید یک عمل زشت دیگری رو جبران بکنید، میشه دو عمل زشت.
باورمندان به دیستریبیوتیو جستیس که خدمت شما عرض کردم، اینها به نتیجه کار نگاه میکنن، میگویند ما بایستی سعی بکنیم از یک انسانی که کار زشت کرده انسان بهتری بسازیم، و معتقد هستند به ریهابیلیتیشن، اصطلاحاً یعنی بازسازی شخصیت این انسان و یک انسان مفید از او ساختن در جامعه، و ابداً با عرض کنم که کشتن و به دار کشیدن و سربریدن اینها مخالف هستند. شخصیت های بزرگی مثل فرض کنیم جان استوارت میل و دیگران که اینها عرض شود که یوتیلیتریان هستند، اینها طرفداران عرض کنم که دیستریبیوتیو جستیس هستند و میگویند کسی کاری چین انجام داد باعث آزادی او رو ازش گرفت و در زندان ها نگاه داشت، تعلیم داد، پیرو و زاله کنین حرفا. یک موضوع دیگری هم که کلاه بزرگی بر سر انسان بوده و امیدوارم شرش کنده بشه، موضوع عدالت الهی است، عدل الهی. این عدل الهی یک مزخرف پوچ بیمعنی است هموطن. چیزی به نام عدل الهی وجود ندارد. قرنها مسیحی ها به این داستان چسبیده بودند، امروز آخوندهای ما چسبیدن به این قضیه. آخه کدام عدل الهی؟ چه عدل الهی؟ طوری شد که گروهی این اواخر آمدن گفتن اساساً عدل صفت خداوندی نیست، چون عدلی وجود نداره، چون توجیهی نیست برای این داستان که خداوند عادل است و ظالم نیست. خیلی خوب، خداوند عادل است و ظالم نیست. خب چه کسی میخواهد جواب بدهد به این امری که ناگهان فرض و فرمایید یک زلزله‌ای در میگیره، ده ها بلکه صدها هزار انسان نادان. این که عرض میکنم نادان کسی است که در جای زلزله خیز با خشت ساختمان بسازه و شب بره زیرش بخواب. از کودک بینوا گرفته تا پیرزن، اینها یک مرتبه خاک میشن و استخوناشون خرد میشه. این چه عدالتی است؟ چه عدالتی است که فرض فرمایید میلیون ها گرسنه در جهان وجود دارند؟ کجای قضیه رو میشه بعد توجیه کرد که یک کسی مثل چنگیز میاد قریب 30 میلیون انسان رو با ساطور سر میبره همه شهرها رو؟ خب کدام عدالت خداوندی؟ اون مغزهای قوی تر و سالم تر آمدند و قضیه رو بدین وش توجیه کردن که آقا خداوند تبارک و تعالی در کلیات تأثیر گذاشته و دخالت کرده، یعنی در ساختمان جهان، در ساختن این یونیورس و تشکیلات عرض کنم که خلقت، اما در جزئیات که همین داستان ها باشد هیچ گونه دخالت خداوند ندارد. حالا یه بحث فلسفی قضیه است، اما در باب این که عدل الهی یا دیواین جستیس که این عرض شود که کشیش های جنایتکار مسیحی برای چندین قرن تحمیل کردن به جوامع بیچاره انسانی، چیز شگفت انگیزی بود. آقا رو می آوردن، خانم رو می آوردن، می گفتن تو جادوگری، می گفت من نیستم. گفتن خیلی خوب، ما تو رو زجر و شکنجه می دهیم، به شکنجه می کشیم و می سوزانیم اگر نیستی که خداوند به تو پاداش می ده، اگرم که هستی که به سزای کارت رسیدی. شوف فکر کنید استدلال رو ببینید. همین کار رو هم آخوندهای محترم ما میکردن، رافضیون، همین آخوندهای رافضی مثل تبریزی و اردبیلی و نمیدونم همین کوفت و زهرمارایی که هستن در ایران، ببخشید من کلمات خشن به کار بردم، اینا جزی نیستن که عرض میکنم. آقا رو میگرفتن بودم منیر طاهری دوست من، همدوره من، این بیچاره اهواز رو به چشم ندیده بود، در نشاط خدمت کرده تا خرج دو خانواده رو میداد، در منتهای فقر زندگی میکرد، افسر بود، گرفتن رو تیربارون کرد که این سینما رکس آبادان رو این آتش داده. آمدن آقا ثابت کردن که اساسا اهواز نبوده، نمیدونم اصلا در اون منطقه نبوده، کاری نبوده اینها. آقا حالا اسمش بزن جزء شهدا میره، باید به بهشت میره، اونجا حوری های 70 متری بغل میکنن. آقا چرا ناراحت هستید؟ اما متفکران آمدند با احتجاجات نیرومند این موضوع عدل الهی رو نفی کردند. گفتن آقا اگر این عدل الهی رو ما پیروی میکنیم به صرف الهی بودنش، این که یک مطلبی
از اختیار ما بیرون و در هر موضعی دستور داده، بنابراین مورد قبول نیست. اگر هم بگوییم که این عدل خداوندی میکنم که در جهت فضیلت های انسانی است، که این هم مغالطه است، به جهت اینکه لازم میآید که خداوند از خود انسان گرفته باشد و باز به خود انسان داده باشد. اگر سرمنشأ این قضیه رفتارهای انسانی یا فضیلت ها و ذات انسانی است، بنابراین لازمه که خود از خود انسان گرفته باشه و برگرده باشه. بنابراین عدل خداوندی و اساسا وجود خداوندی در مرتبه دوم واقع میشه نسبت به انسان و فضائل انسان. بنابراین با استدلال نیرومند این موضوع عدل الهی رو عرض کنم که مهمل انگاشتن و مغلطه انگاشتن و جوامعی توانستند عدالت رو در جامعه برقرار کنند که این شر این خداوند تبارک و تعالی رو، اینکه میگویم شر این خداوند العیاذ بالله، از عرض میکنم که وجود مقدس خداوند، وجود مقدس خداوند بریست از این صفات و این حرفا. اینها رو انسان ها چسباندن، خداوند که بیچاره نیامد حرفی بزند، چه کسی دید خدا چه گفته و اینها. یک مش آدم زرنگ آمدن یه چیزهایی به حسن نیت برای اصلاح جامعه بستن به خدا آمدند و عرض کنند که برای انسان از سوی انسان قانون ها نوشتند و عدالت رو برقرار کردند به شیوهی که جامعه راضی باشد، چون هدف از انسان میگویند pursuit of happiness، انسان وظیفش و حقش این هست که جستجوگر سعادت باشه، جستجوگر خوشی باشه، جستجوگر آزادی باشه. آمدن و این داستان عدل الهی رو بیرون انداختن. عرض کردم در یکی از همین شهرهای آمریکا، در اون محوطه شهرداری که دادگاه هست و اینها، این ده فرمان اونجا بود. مردم بیدار آمدن گفتن آقا این دخالت دین از در حکومت، ما تحمل نمی کنیم وجود این سعی نوشته رو در مقابل دادگاه. شکایت کردن، بردن به دادگاه عالی. دادگاه عالی رأی داد که درسته، حرف این هموطنان درسته، با تبر از ریشه این کندن، شر این داستان را از اون محبته کردن، از لوس وجودش اونجا رو پاک کردن. بنابراین چیزی به نام عدالت الهی وجود ندارد، چون این خداوند تبارک و تعالی در باب یهودی‌ها یک جور دستور داده، در باب مسیح یک جور دستور داده، به شیعیان یک چیزی گفته، به سنی‌ها یک چیزی گفته، و عدالت یک امری مطلق و یونیورسال هست. شما نمیتوانید که عرض میکنم با انسان هر بازی میخواهید در هر جامعه‌ای بکنید به نام عدالت خداوندی یا عدالت هرچه. و بعد هابز رو داریم و دیگران گفتن آقا این اساسا این موضوع عدالت از تولیدات فکری انسان هست و عدالت با قانون تأمین و تضمین می شود و اون چی بی عدالتی گفته می شود و ظلم اون چیزی است که خلاف قانون باشد. ملاحظه می فرمایید که این مبانی فکری عرض می کنم که قضایی مغرب زمین بسیار نیرومند شد با این متفکرانی که آمدن، مثل همین جان استوارت میل، مثل هابز و صدها تن دیگه، حلاجی ها شد این قضایا که معلوم شد حقیقت چیست، در کدام یک مغالطه نیست. بنابراین عدالت رو قانون، قانونی که انسان برای انسان نوشته باشد، قانونی که اولوالامر بنویسد یا از آسمان ها بیاید، اون عدالت جامعه رو تأمین و تضمین نمی کنه. سایه قانون. ما نگاه میکنیم امروز به وضعیت جامعه ایران، ببینید
این فضیلت های انسانی مثل بخشش، مثل حس غمخواری، نمیدونم از سبت که حسن نیت، اینها احوال شخصیه هستن. به اینها نمیشد متکی بود، به دو تا آدم بخشنده در جامعه. این صفت عدالت خواهی است که اولویت داره و برتری داره بر همه فضیلت های انسانی، چون عدالت خواه این عدالت رو برای کل جامعه میخواد. و این عدالت خواهی و آزادی خواهی که ما همیشه صحبت میکنیم، اینها اصلا هم که یکی بدون دیگری میسر نیست، اینها برادران دو قلو هستن، همزاد هستن. آزادی خواهی، عدالت خواهی، انسان عدالت خواه و آزادی خواه فقط مطلب رو برای خودش نمیخواد و کوچه خودش و محله خودش و قبیله خودش. در هر جای جهان بی عدالتی ببیند بر نمیتابه. حالا عرض میکنم که ظلم در حق عرب باشه، ظلم در حق فلسطینی باشه، ظلم در حق یهودی باشه، تفاوتی نمیکنه. انسان آزادی خواه و عدالت خواه افق وسیعی دارد نسبت به این قضایا، بر نمیتابه. اینقدر هست ما ایرانیان به عنوان کسانی که عدالت خواه همیشه بوده ایم. و من نگاه میکردم به تاریخ، ایرانیان هرگز مردمان ظالمی نبودن. واقعا خیلی به ندرت دیده شد که ستمگارگی از دست ایرانیان بر بیاد. مردمان سلیم و نفس رقیق القلب هنری بودیم ما ایرانیان. در این هزار سال گذشته شما نگاه کنید، ما یک ایرانی داریم به نام کریم خان زن. این مرد در منتهای مهربانی و در منتهای عدالت این کشور رو اداره میکرد. به هیچ وجه جستجوگر ثروت نبود و نمیدونم جمع‌آوری مال و اینها نبود. و در تاریخ ایران هم ما ندیده ایم، ما ستمکاری ها دیده ایم از ژاپنی ها و اروپایی ها و اینها، آسیای مرکزی ها و اینها. اما ایرانیان هم و این ملت عدالت خواه آزادی خواه هنوز نتوانسته از خودش یک حکومت عدلی رو در کشور خودش برقرار بکنه. عدل الهی آوردم خدمتتون. حرف خمینی ببینید چه میگوید برای آخوند که وزیفه این آقا متصور شده است. اسلام که دین آسمانی ماست، یک سلسله مفاهیم انتزاعی و ذهنی جدا از واقعیات و مسائل اجتماعی نیست. و تصور کنیم حکم اسلامی فقیه و مرجع و چنین نتیجه بگیریم که لابد کسانی که برای سرگونی یک رژیم از حکم مرجع تبعیت میکنن نمیدانن چرا باید اون را سرنگون کنن و فقط چون مرجع تقلید و ولی فقیه آنان چنین دستور را اطاعت میکنن. اگر خدا در قرآن مسلمان را به مبارزه با ظالمان فراخونده و اگر پیامبر در زمان حیات خود با سردمداران کفر مبارزه کرده و به تأسیس حکومت پرداخته و اگر اولیای دین در راه برقراری حکومت اسلامی همه مسموم و مقتول شدند، بوده که دین برای سعادت انسان است و سعادت انسان در جامعه‌ای که حکومت اون فاسد باشد تأمین نمی شود. بله، حالا چگونه می شود اگر آخوند بیاید و فساد رو هزار بار بالاتر ببرد؟ نویسنده کتاب دانش اجتماعی آموزش متوسطه عمومی سال دوم، اون وقت تکلیف چه می شود؟ بله بله. و به هر مسلم این است که برای رسیدن به سعادت واقعی حکومت وابسته فاسد و غیر خدایی حاکم بر جامعه را که سطح سنگین راه تکامل معنوی از اون بردارد. میان آگاهی سیاسی از ماهیت فاسدی حکومت و وجوب شرعی مبارزه برای سرنگونی نه تنها منافاتی وجود ندارد، بلکه همون ماهیت فاسد دلیل پیدایش این وجوب شرعی است. و اگر رهبر و فقیه مرجع تقلید مبارزه با چنین حکومتی را برای یکایک که مردم واجب می‌سازد و همکاری با اون را حرام و موجب عذاب دوزخ می‌داند، به دلیل همان عملکرد خائنانه و فاسد اون حکومت است.
بله در انقلاب اسلامی توده مردم مسلمان ما هم میدانستند که ماهیت حکومت شاه چیست و هم مبارزه با آن را به حکم صریح مرجع تقویم خود که رهبر انقلاب را به دست داشت برای خود واجب شمرد. حالا خمینی، احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را میسازد. بله، در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است. هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است. اما قوانینش سه ورق نیست. که بعد آخونده مجبور شدن هی تفسیر کنن. آقا کی به شما گفت تفسیر کنید؟ مثلا تفسیر نی وجود نداره در قرآن. هی تفسیر بکنن و عرض کنم که هی حدیث بسازن تا مالکشی بکنن چون نارسا بود. آقا میگوید که بله فراهم معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه احترام می‌ورزد تا همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. به 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 بعد می‌فرماید شرایط اجتماعی که ناشی از حاکمیت طاغوت و نظام شرک‌آمیز است لازمش همین فسادی است که می‌بینید. این همون فساد بالعرض است که باید از بین برود و مسببین آن به سزای اعمال خود برسند. در این شرایط اجتماعی سیاسی انسان مؤمن و متقی و عادل نمی‌تواند زندگی کند و بر ایمان و رفتار صالحش باقی بماند. ما چاره نداریم جز اینکه دستگاه حکومتی فاسد و فاسد کنه را از بین ببریم و هیئت‌های حاکمه و خائن و فاسد و ظالم و جابر را سرنگون کنیم. امام خمینی، بله، این هم هر شبت که موضوع عدالت در تشکیلات عدالت اسلامی که هنوز با عرض میکنم معیارهای شطور و هر شبت قصاص و اینها واقعا ما این ننگه. دوستی میگفتن آقا اینجا خرافات زیاده و اینها، هر شب جمعه یه عده را میفتن میرن جمکران اونجا نامه مینیستن و میندازن تو چای توالت و منتظر جواب میشینن و از این حرفا. گفتم عزیز من اهمیتی نداره، مهم این است که شخصیت های مثل شما هستن که به بیداری رسیدن و جوانانی مثل شما هستن که این کار رو نمی کنن. در هر جامعه خرافات هست، راه نجات آن است که شمای روشن فکر و برادر روشن فکر شما که جستجوگر عدالت و آزادی هستین برای این کشور وجود داریم و بایستی با هم نیروها رو یکی کرد و به روشن کردن دیگر برادران خفته پرداخت. وگرنه در جامعه از این داستان ها هست و منتهای امر مقصود بایستی برقرار کردن یک نظام عادلانه و دموکراتیک در سرزمین ما باشه. دین هم محترم است به جای خود، اگر محترم بنشیند بر جای خیش بنشیند محترم است، اما اگر بر جای خیش ننشیند محترم نیست. همچنان که امروز مردم ما در بسیاری موارد از دین بری شدن. این واژه اسلام یک واژه محترم و مقدسی بوده، امروز یک واژه منفوری است نزد ایرانیان، بسیار ایرانیان. واژه امام و اسلام و عرض کنم این چیزها که اینا پشتوانه معنوی مردم بود، واقعا در پس ذهن خود مطابق برداشت‌های خود چیزهای زیبایی ساخته بودند. انسان نیازمند معنویت هست، آمدن رو چنین کردن. خب هموطنان اجازه بدید برویم به جای دیگر. این داستان های فرومایگی ذهن انسان رو خراب میکنه، اکسیده میکنه. بهتر است که ما برویم به جایی که زیبایی ها در اونجاست، بزرگی ها و فرزانگی های ما در اونجاست. شاهنامه فردوسی از منظومه رستم و اسفندیار برای شما میخوانم. بله، خب
خب داستان ما تا اونجا خدمتتون خواندیم که اسفندیار به دستور گشتاسپ که میخواست او رو به یک مأموریت غیر ممکنی بفرسته میگوید تو همه کارها رو انجام دادی و یک کار مانده که باید انجام بدهی تا به پادشاهی برسی و اون به بند کشیدن رستم است از زابلستان که او رو بگیری و به خاری به حضور من بیاوری. و عرض کردم به طور سیمبولیک چون در تاریخ ایران زمین دو بنیاد و دو نهاد اجتماعی بوده که اینها آزادی ها رو محدود می کردند و در حقیقت اسارت می آوردند، این دو بنیاد شیخ و شحنه بوده، دین و دولت. و این اسطوره ها اساره و گوهره حقایق تاریخ ما هستند، یعنی هر ملتی بدین بشر ارزش اینها در این هست. این است که اسفندیار هم قهرمان دین هست، در راه گسترش دین شمشیر میزده، هم نماینده تشکیلات دربار هست، آمده است رستم رو به بند بکشد، نماینده آزادی و آزادگی رستم زال که در سیستان نشسته، پهلوان درباری نیست، اساسا دینی را قبول نکرده، یک انسان آزاده به تمام معنی است رستم، ضمن که خداشناس اما هست و خداشناسیش بیواسطه است. آمده به لب جویبار و خلاصه بهمن رو فرستاده و سایر قضا رو دعوت کرده و بعد به دعوت خود عمل نکرده. بعد رستم آمده و صحبت میکنن اینجا با هم، صحبت تند شده هم نکیزه بدید که بخونم. بله، بیارام و بنشین و بردار جام، ز تندی و تیزی مبر هیچ نام. به دست چپ خیش بر جای کرد، ز رستم همی مجلس آرای کرد. جهان دیده گفت این نه جای من است، به جایی نشینم که رای من است. رسم بوده که از این کتاب برمیاد و از این داستان که وقتی پادشاه می نشست، کسانی که دوست می داشت بیشتر احترامش به دست راست و دیگران در دست چپ، در دست چپ جای رستم رو معلوم کرد. رستم برخواست گفت اینجا جای من نیست، من اون جایی می نشینم که خودم دلم می خواد. جهان دیده گفت، جهان دیدنی رستم، جهان دیده گفت این نه جای من است، به جایی نشینم که رای من است. به بهمن چنین گفت بر دست راست، بیارای جایش بدانسان که خواست. اسفندیار به پسرش دستور داد که در سمت راست من جایی را بیارای برای رستم به همون وجهی که او میخواهد. به پا خواست اونگاه بهمن دژم، بر ابرو برآورده از کینه خم. خوشش نیامد بهمن پسر اسفندیار، چو رستم برا دید زنگون تیز، برا شفت زن پس به خشم و ستیز. چنین گفت با شاه زاده به خشم، تو نیکو مرا بین و بکشا چشم. رستم گفت تند خویی نکن، به من نگاه کن و بکشا چشم، ببین با چه کسی روبرو هستی. هنر بینو این نام ورگوهرم، که از تخمه سام کنداورم، همون سام از تخم جمشید بود، نماینده چون ماه و خورشید بود. سزاوار من گر تو را نیست جای، مرا هست پیروزی و فر و رای. از اون پس بفرمود فرزند فرمود شاه، که کرسی زرین نهد پیشگاه. بدو گفت بنشین به دل شاد کام، سزاوار جای تو بادا مدام. بیامد بر آن کرسی زر نشست، پر از خشم و بویا ترنجی به دست. کار شاعر حماسی تصویرگریست، همین بیتی برای شما خواندم
بیامد بران کرسی زر نشستنی رستم پر از خشم و بویا ترنجی به دست. این حالت روانی حقیقی رو نشون میده. همین امروز هم شما میده کسی که عصبانیه چیز دستش باشه به طور غیر ارادی باش بازی میکنه، یه ترنجی در دستش بود. من نمیدونم این پرتقال از کجا آمد تو زبان فارسی، یه چیز خشنه نتراشیده ایست. میگفتیم ترنج به این زیبایی شد پرتقال. بیا اومد برون کرسی زر نشست پر از رنج و بویا ترنجی به دست. رستم رو کرسی یعنی صندلی، به طور مطلق یعنی صندلی. اما دیگه این صندلی هم باز ما نفهمیدیم از کجا آمد. کرسی بود امروز هم در هندوستان که زبان فارسی اونجا رفته و بعد مانده و بسیار از لغات فارسی وارد هندی شده میگن کرسی، صندلی میگن کرسی. کرسی برای ما چیز دیگری شد، همون مکعبی شد که لاف و آتش شد تشکیلات هنوز هم هست دارید، اما کرسی یعنی صندلی. بیا اومد بران کرسی زر نشست پر از رنج و بویا ترنجی به دست. چنین گفت با رستم اسفندیار که ای شیر دل مهتر نامدار، من ایدون شنیدستم از موبدان بزرگان و بیدار دل بخردان که دستان بدگوهر دیوزاد به گیتی فزون زین ندارد نژاد. برای شروع کرد به توهین کردن و اهانت کردن. این شاهزاده خودخواه متفکر متفرعن خامی بود این اسفندیار. دستان رو بدگوهر دیوزاد میگوید، دستان یعنی زال، زال زر. میگه من شنیدم از ثقات که دستان بدگوهر دیوزاد به گیتی فزون زین ندارد نژاد، شزاد اوز سامش نهان داشتند ورا رست خیز جهان داشتند. گفت اینقدر بد بود و بد شکل بود و کریه بود و اینها شون بود که وقتی زال به دنیا آمد اون رو از پدرش سام اون رو پنهان هم داره رستم رو میخواد تحقیر بکنه. در حقیقت گفت فکر کردن رستخیز جهان با اومدن این اینقدر نشون تو جهان ممکن اتفاق بیفته. اینها حالا مهمان کرده رستم رو داره این حرفا رو میزنه. شاهزاده است دیگه، بعد شاهزاده خیلی پر رو هم خودخواه پر رو و وقی، و این که به واسطه کبر همون قدرت بود. با این شخصیتی مثل رستم هیچ کس اینجور صحبت نکرده که دستان بدگوهر دیوزاد، بعضی جا هم گفتن که دستان بدگوهر از دیوزاد به گیتی فزون زین ندارد نژاد، چو زاد اوز سامش نهان داشتند ورا رستخیز جهان داشتند. تنش تیره و روی و مویش سپید چو دیدش دل سام شد ناامید. به این زیبایی و روانی و پاکی و متانت هیچ سخنی در زبان فارسی نیست. چون هیچ ما هیچ گرفتاری ما با واژگان و کلمات زبان نداریم، فقط این تجسمات زیباست که از نظر ما عبور میکنه، نقش هایی که فردوسی آفریده. بفرمود تا پیش دریا برند مگر مرغ و ماهی ورا بشکرند. گفت ببریم بندازنش اونجا یه جایی، شاید مرغ و ماهی رو شکستن و خوردنش دریدنش، دوستش نداشت. بیا اومد بگسترد سیمرغ پر ندیدن در او هیچ آیین و فر. خب در داستان زال دیدن که زال رو بردن، سیمرغ آمد و با بچه های خودش از اون نگهداری کرد. کاروانی که میگذشت یک روز یک بچه انسان رو دید اونجا، موهای سفید داشت. اینها این داستان اصلیشه. این آقا داره اینجوری گزارش میکنه. بیا اومد بگسترد سیمرغ پر ندیدن در او هیچ آیین و فر، ببردش به جایی که بودش کنام ز بردن مرو را خورش بود کام.
بر بچگانش بیندا خار که گاه خورش زو گذارن کار. گفت که این قضاست، اینو برو بیاره به بچه‌هاش بخورن اینو. انداختش پیش بچه‌هاش. یاری حقیقتا اینجوری نبود البته. انداختش که بچه اینو بخورن. بچه های سبرو. میگوید که بخوردن چو کردن سویش بسیچ، یعنی بچه های سیمور رمیدن از وی نخوردن هیچ. دیدن اینقدر بده که حتی بچه های مرغ هم حاضر نشن اینو بخورن. مرو را چنون خار بگذاشتن و از او رو یک باره برگاشتن. روی برگاشتن روشون گردوندن. بله. رها کرد وی را به پیش کنام، به دیدار او کس نبود شاد کام. همی خار افکن مردار او، ز جامه برهنه تن خار او. برفکن سیمور برزار مر، برو گشت از این گونه چندی سپر. از اون پس که مردار چندی کشید، برهنه سوی سیستانش کشید. گو مردار بینداخت جلوش، سیمور اینم میخورد و اینا. وقتی که مردار خورد کمی بزرگ شد و اینا، خوردش به طرف سیستان. پذیرفت سامش ز بی بچگی، ز نادانی و پیری و قرچگی. خجسته بزرگان و شاهان من، نیای من و نیخواهان من، ورا برکشیدند و دادند چیز. فراوان برو سال بگذشت نیز، یکی سر بود نابسوده سرش. چو با شاخ شد رستم آمد برش. بله این اجداد من هم در حقش محبت کردن، چنین شده چنان شد. وقتی بزرگ شد جوان شد، بعد رستم پیدا شد. از او ز مردی و فرهنگ و دیدار اوی، به گردون بر آمد چنین کار اوی. بر این گونه بر پادشاهی گرفت، به والید و ناپارسایی گرفت. ز فرمان شاهان کنون بگذرد، همین راه فرزانگی نسپرد. نیارید از مرغ و مردار یاد، چه بویم ز یزدانتان شرم. گفت بله همچنین کسی، همچنین داستانی، همچنین خانوادی، خانوادهی حالا کرنش نمی کنه به پادشاه و یادشون رفته این داستان ها. شما را شرم باد از یزدان. این حرف های شاهزاده اسفندیار. برای مطلب رو هفته دیگه براتون میخونم، از پاسخ دادن رستم به اسفندیار. زیبایی که بخش زیباترین بخش های شاهنامه یا بخشی از زیباترین شاهنامه این محاورات پهلوانان هست، گفتگوهاست. از این گفتگوها خیلی چیزا ما میفهمیم، ذهنیت ها آشنا میشیم. شخصیت شناسی در شاهنامه از طریق همین محاورات هست، گفتگوهای لطیف. چه چیزهایی رایج بوده، چه چیزهایی زشت بوده، چه چیزهایی زیبا بوده، چه اعمالی پسندیده بوده، همه اینها رو ما از محاورات. فردوسی استاد محاورات هست. یکی از مشهورترین اینها محاورات است بین گودرز و گیف و توس در موضوع پادشاهی که خسرو. همچنین محاوراتی که هست بین رستم و اشبوز که از شاهکار هاست. خوش دیدید با همه تنها صحبتون. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما آقای مشری. جانم عزیزم. آقای مشری این کلمه تورنج که گفتین، اتفاقا من رو به این فکر میکردم، فکر کنم ریشه کلمه اورنج در انگلیسی هم همین تورنج باشه. بله بله ایش باید نیست. بله که فکر کنم من و ما این کلمه پرتغال استفاده میکنیم. بله پرتغال. این پرتغال هم ثقیله هم زشته در مقابل تورنج به این زیبایی. من نمیدونم. بله و تورنج اصلا ریشش ایرانی بوده. اورنج بله یک واژه ایرانی زیبا. بله پرتغال. بله من نمیدونم، شاید این پرتغال از اون کشور پرت، نمیدونم. من واقعا تحقیق نکردم در باب این که پرتغال از کی آمد، اما نداریم. در متون قدیم همیشه تورنجه به این زیبایی، به این فصاحت شد تورنج. بله آقای مشیری من خدمتتون عرض کنم، اگه قبلا یادتون باشه من تلفن زدم خدمت شما، گفتم که من پدر بزرگم بازجو اصغر قاتل بوده. بله و مقاله پرزنتی من یه آقای تلفن زدن و اینا همه چیزم بر سطح شخصی میارم و گفتم که اینها با
اینها با این بازجوهای دوره آخوندی یکی هستن. بله. و من میخوام میگم که نخر اصلا اینجوری نیست. اون محاکمه افسر قاتل اصلا افتخار دادگستری ایران بوده. اصلا همچین محاکمه به این بزرگی در تاریخ دادگستری ایران دیده نشده. آها. این مسئله محمود قاتل هم همجور حالا باشه، حالا واردش نمیشم چون وقت نیست، ولی من شخصا عقیده دادم چون شما گفتید اگر که کسی نظریه دیگه داره تلفن بزنه بگه، به نظر من حتی استبداد سکولار از نیمه دموکراسی مذهبی خیلی بهتره. و ایشون مسئله که گفتن رضا شاه در دوره آزادی اومد، من میدونم که شما به مشروطه خیلی اعتقاد دارین، ولی مشروطه ما که پنج آخوند سرش بوده و تمام قوانینش بر مطابق اسلام بوده، این یک چیز خیلی به قول معروف شتر و گاو پلنگی در میاد و این هیچ وقت آزادی، اصلا مردم ما مفهوم آزادی رو نمیدونن. همچون شما به دکتر مصدق اشاره کردین، هیچ جا دیده نشده که حتی دکتر مصدق بگه این قانون اساسی باید عوض شه و حق رأی به زنان داده شه. و این واقعا یادتون ما پنج چهار دین داشتیم که کسی دیگه اگر به این دین ها اعتقاد نداشت حتی در دولت نمیتونست کار کنه. این قوانین با وجود اینکه پرزنتیزم هم این مغلطه پرزنتیزم نمیخوام باشه، ولی واقعا ننگاوره که در قانون اساسی ما هم بود و هیچکی به این مسائل اشاره نکرد حتی تا همین دوره انقلاب. یعنی شما اگر باهایی بودی یا بودایی بودی یا هرچی بودی، حتی شما استخدام کارخونه نمیتونستی بشی. و آقای دکتر مصدق هم با احترامی که من بهشون دارم یه آدم سنتی بود و ایشون هم جلو آخوندان نمیتونست واسه، تا موقعی هم که این مسئله آخوند در این مملکت وجود داشته باشه، حرف آزادی زدن در این مملکت حرف مفته. وقتی آزادی وجود نداشته نخواهد داشت، تا این مسئله آخوند و نظارت آخوند مملکت که آقای مشیری شما یک ماه در سال یک لیوان آب خوردن نمیتونین بخورین، یعنی نه شما اجازه پوشیدن دارین نه خوردن دارین، هیچ اجازه ندارین، از صبح که بیدار میشین تا شب که با همسرتون هم خوابی میکنین اینا بر شما نظارت دارن. پس این چه جور آزادی ممکنه؟ بله عرض میکنم خدمتتون. خیلی ممنونم. عزیز من مجبورم با شما مخالفت کنم. ببینید هیچ قانون اساسی کامل و جامعی از ابتدا نوشته نمیشه برادر من، توجه بفرمایید. این توجیهی برای خار کردن مشروطه، هیچ توجیهی برای زیر پا گذاشتن قوانین و بستن مجلس شورای ملی و تقلب در انتخابات و خراب کردن اساس مملکت چنان که کردن نیست عزیزم. در این قانون اساسی آمریکا که مبتنی هست بر اندیشه‌های بیشتر لاک که بر محور عرض می‌کنم پراپرتی میچرخه، اینها آمده است که کسی میتواند رأی بدهد که وایت میل پراپرتی اونر باشد، یعنی اول سفید باشه، جنس مذکر باشه و پراپرتی اونر باشه، مالکیت داشته باشه. پس شما میفرمایید قانون اساسی آمریکا به درد نمیخورد، میگفت مینداختنش دور، یه چماقدار میومد میگفت نه خیر زنا بیان رأی بدن، اینو با چماق درستش میکرد. کار قانون باعثی با قانون درست میشد عزیزم. زنا هم حق رأی نداشتن در این مملکت، برده داری بود، اصلا انس و خرید و فروش برده بود. جورج واشنگتن است یا یکی از بزرگا میگن، آقا یه بار دیگه عرض کردم، شاید دو بار عرض کردم، میگوید که چقدر برده ها هر سال گرون میشن، من هر وقت برده بخرم عرض میکنم که میبینم قیمتش بالا رفته. اما اینا نمیدن قانون رو بذارن زمین و چماقدار بیارن و عرض کنن که به میل یک نفر در سنای این مملکت رو ببندن و اینها کارا رو بکنن که بگن که آقای قوانین ارتجاعی و فلانی حرفا، نه متمم درست کردن به وسیله خود مردم. هرچی مملکت پیشرفت کرد مترقی تر شد، متمم ساختن و به قانون اساسی اضافه کردن. چون عرض کردم این قانون دست انسان، قرارداد اجتماعی است، مردم جمع شدن قانون تدوین میکنن، هیئتی هم برای نظارت و تحلیل و تفسیر قانون حواسی باشه. این توجیه دیکتاتوری نیست، این رو نفرمایید، خواهش میکنم. اون چهار تا آخوندم به مصلحت آوردن، وقتی خواست مردم نبود که آخوندها نباشند و نکنن نکنن نمیشد. این همه قوانین که مجلس گذراند قوانین خیلی مترقی بودن،
عرض کردم ایمان بیاوریم به آزادی و قانونمندی. تا زمانی که ما فکر میکنیم که بله یک چماقی هم هست که خیلی چیز خوبیه، کار ما به جایی نمیرسه. یعنی ذهنیت آزادی خواهی و دموکراتیک نخواهیم داشت، ذهنیت استبدادی ازش آزادی بر نخواهد آمد. اینکه شما فرمایید تا آخوند هست آزادی نخواهد بود، بله تا اندیشه آخوند حاکم هست درست میفرمایید، اما دلیلی نداره که اندیشه آخوند حاکم باشه. من و شما یا آزادی خواه باید دست به دست هم بدیم به طریق اولا این آخوندها رو از قدرت کنار بزنیم، با دین همش کار نداشته باشیم. ولی هیچ دفاعی رو بعد از اون که این کشور قانونمند شد و قانون اساسی کنستیتوسیون به قول خودشون، قدیمی هم ایرانی بودن کنستیتوسیون، این کنستیتوشن مثل که از فرانسه گرفته بودن، آنهایی که آمدن قانون رو زیر پا گذاشتن رو من یاغی میشناسم، چون یاغی شدن بر ملت و یاغی شدن بر قانون و کشور رو به این روز انداختن. با چماق راه به جایی نمیبره عزیزم. شما هر وقت چماق دارید، چماق داره بعدی میاد، چماقش بزرگتر از چماق، کمایی که چماق این آخونده سنگین تر از چماق قبلی هست. این اعتقاد به چماق رو لطفا فراموش کنید، لطفا استدعا میکنم چماق رو فراموش کنید. بفرمایید قربان. الو. بفرمایید قربان. جناب آقای مشیری درود بر شما. درود بر شما قربان. قربان شما. خیلی ممنون. من می‌خواستم یه سوال بکنم که یه نظری بدین در مورد اینکه آیا واقعا به طور کلی ما ایرونیا بلدیم انتقاد درست حسابی یا رقابت درست بکنیم یا نه؟ علتی که من این سوال میکنم اینه که وقتی میبینم ملت ازشون سوال میکنن، کوروش و کوروش شما میدونن، وقتی به من از اینکه شما یه حرفی میزنید انتقاد میکنن رضا شاه، بهشون بر میخوره. آخه من نمیفهمم اینا، ما فکر کنم یه عادت کردیم باید چیشه به ریشه خودمون بزنیم تا اینکه باورمون بشه که انتلکتوالیم. بله متوجه چی میگم؟ یعنی من نگرانم که چرا آمریکایی‌ها نمیان در مورد همونطور گفتین در مورد جورج واشنگتن و توماس جفرسون بعد بگن که چرا اینا سلیو داشتن، ولی ما به راحتی میتونیم بگیم که کوروش بعد بود برای اینکه مزدکی‌ها رو کشت، امیر کبیر بعد بود برای اینکه چند تا از باهایی‌ها رو کشت، و نمیفهمیم که ما انتقاد درست راه پیشرفت بشر و فردی خودمون. بله. می‌خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. خیلی خوشحال میشم. ممنونم از شما. بله ببینید در جامعه ما عزیزم برخورد آرا و عقاید به طریق دموکراتیک و خردمندانه نبوده. همش با بغض بوده و کینه بوده و نفی بوده و انکار بوده و ایرادگیری بوده و این جور چیزها. تقصیر ما هم نیست. تقصیر این ذهنیت استبداد زده ماست. که ما مخالف عقیدتی خود رو دشمن تصور میکنیم، شخصی میگیریم. اینجور نیست. ما میتوانیم با هم مخالف باشیم در موردی، با هم موافق باشیم در موردی دیگر، اما قضایای بزرگ رو فراموش نکنیم که ما باید با مشارکت هم انجام بدیم. قضای مربوط به آزادی، قضای مربوط به حاکمیت ملی، اینا باید به دست مردم انجام بشه. از آسمان ها که کسی نمیاد. این امام زمان هم من به شما قول میدم قسم بخورم نخواهد آمد، نخواهد آمد که واقعا مسخره است اصلا صحبت کردنش. اما مثل که در ذهنیت منتظر ما، در این سایکی ما، یه چیزی هست که قرار فرده کسی ما رو نجات بده از یه جایی. و بر تک بر عزم خیش تکیه کنر سالک رهی، وا ماند اون که تکیه کند بر عصای خیش. اصلا نقد تو این جامعه معمول نبوده، کسی جرأت نقد نداشته. چون شما اگه نقد میکردی موضوعی رو یا به شاه برمیخورد یا به شیخ برمیخورد یا به نوکران این دو، حالا یکی آخوند بود یکی وزیر بود یکی همچی بود. وقتی جامعه آزاد نباشه، بحث و جدل نباشه، داد و ستد فکری نباشه، حرکتی به وجود نمیاد، فرهنگی تولید نمیشه. فرهنگ استبدادی که فرهنگ نیست، که فرهنگ اسارت و بردگی. بفرمه قربان. درود از شما آقای مشیری. درود از شما قربان. هستن که به نظر شخص بنده
در رابطه با دو شخصیت بسیار مهم در ایران، همطور که ما شاعرای بسیار بزرگ و خوبی داریم، 5 تا شاعر برجسته ترین شاعرامون هستن، به نظر من دو شخصیت در ورای تمام شخصیت های ایران قرار می گیرن، از نظر سیاسی به ویژه، یکی کوروش بزرگه و یکی مصدق. این نظر شخصی منه. و من یک مرتبه هم در رابطه با انوش داریوش صحبت کردم و به ایجاد منظورم کوروش بزرگ نبود. حالا من وارد اون بحث نمیشم و اگرم بخواین بگین ازم بپرسین چرا معتقدم این دو شخصیت بزرگترین شخصیت جامعه ایرانی در طول تاریخ هستن، جوابشو دارم، ولی چون الان خود در مورد دیگه ای صحبت کنم وقتشید، از این مقوله میگذرم. هموطنی الان صحبت کردن در رابطه با انقلاب مشروطه و این 5 تا آخوندی که در قانون اساسی مشروطیت بود، تا اونجایی من اطلاع دارم در خود قانون اساسی مشروطه اینو 5 تا آخوند نبودن، بعدن در متمم قانون اساسی، برای اینکه در هر صورت روحانیون شرکت داشتن در به حرکت آوردن مردم و افراد مثل بهبانی اینها شرکت داشتن، این 5 تا آخوند رو در واقع با روحانیون انقلابیون به نوعی مصالحه کردن و برای پیشبرد هر جامعه و هر اقدام مستدی انسان باید به مصالحه دست بزنه تا به کارهای دیگه، مثلا جنگ مبارزه مسلحانه و چیزهای از این قبیل. و اگر ما ایرانی ها توانستیم انقلاب مشروطیت رو تداوم بدیم و به برزخ دوران پهلوی نمی افتادیم، یقینا بسیاری از مشکلاتی که امروز هموطنان ما ایراد می گیرن اینها به مرور خودش حل می شد. یعنی جامعه ناگزیر شرکت می کرد در سرنوشت خودش و این بازبینی در رابطه با قانون اساسی و انقلاب مشروطه و اون چیزهایی که هماهنگی نمی کرد با دوران مدرن حتما به کناری که زده می شد. مگر قانون اساسی آمریکا در ابتدا و جامعه آمریکا به این صورت در ابتدا بود، مردم آمریکا از واشنگتن محسن پادشاه بشه؟ بله، از خواستن پادشاه بشه. با آقا از این صحبت ها نکنید، ما آمدیم اینجا از دست پادشاه انگلیس راحت شدیم، در اینجا حاکمیت ملی بیاوریم، شما میگه پادشاه بشه. بله درسته، در تایید حرف شما به عبارت دیگه واشنگتن منافع آمریکا رو در جلوی منافع خودش قرار داد. این کار رو اگر رضا شاه میکرد ما یقینا وضعیتی خیلی بهتر از این داشتیم، ولی رضا شاه منافع شخصی و خانواده خودش رو در جلوی منافع مردم ایران قرار داد. این رو باید هموطنان توجه بکنن. از وقت بهم دادین تشکر میکنم. ببینید اون بزنگاه بزرگی بوده، اون جای تاریخ که یک آدم لایق مدیر و مدبر ایران دوستی مثل رضا شاه نخست وزیر این مملکت بود. ایشون میتونست 20 سال 25 سال 30 سال نخست وزیر باشه، همه اقدامات مفیده ای که در بیاد قدرتش بود انجام بده و قانون هم زیر پا نره. این استدلال دکتر مصدق بود، استدلال علا بود که البته خیلی غیر مستقیم میگفتن دولت آبادی، واقعا سیاست مدار درجه اول مملکت گفتن نشه، خب صلاح نیست، برای چی آقا رو میخوان شاه بکنی؟ خب این که نخست وزیر هست، همه قدرت هم که ما بهش دادیم، مجلس بهش داده، در کارش هم انجام میده. پس مشروطه برای چی بود؟ دکتر مصدق گفت پس برای چی خون مردم ریختیم؟ پس انقلاب مشروطه برای چه بود؟ اگه انقلاب مشروطه برای استبداد بود که خب بود. عجیب، واقعا بعض استدلال خیلی ساده است ولی نمیدونم چرا قبولش اینقدر مشکله. درود بر شما، بفرمایید. الو، بفرمایید قربان. سلام علیکم. سلام بر شما. خسته نباشید. ممنونم عزیزم. جناب مشیری جانم بفرمایید. آقای مشیری من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. چندین بار زنگ زدم باهاتون صحبت کنم که موفق نشدم. از کجا زنگ میزنید؟ از کجا زنگ میزنید؟ از تهران. الو، بفرمایید. بفرمایید. من صدام میاد؟ بله بله، صداتون پخش میشه. بفرمایید عزیزم، بفرمایید. آقای مشیری من به سلام این همه معلومات و حضور ذهن شما رو من ستایش میکنم. قربان شما. اصلا خدمتتون که فقط یه چیز مطلب خیلی برام مهم بود، میخواستم لطف کنید برام فقط توضیح بدید. جونم. اصلا شما الان تو صحبتاتون گفتین، تو صحبت همین الان هم گفتید که به اصطلاح ایرانی ها آدم های سلیم و نفسی هستن، هیچ وقت خونریزی نکردن و اهلی صحبت ها نبودن.
بعد میخواستم از شما بپرسم، شما بعد فرمودی که توی هزار سال بعد یه کریم خان اومده و بعد خیلی آدم به اصطلاح قابل تعریفی بوده، خواستم از شما بپرسم شما اصلا ترکا را ایرانی میدونید یا نه؟ و اگر میدونید شما هیچ وقت صحبت به اصطلاح حکومت صفوی ها را پیش نکشید، اصلا خیلی کم پیش اومده، مثلا شاه عباسی کبیر ازش تعریف کردید. بعد از طرف میشه دوباره زنگ زدم با شما گفتن که ایران 800 سال زیر سلطه خان بوده که شما تایید کردید حرفاشون، اصلا صحبتی نکردید که آیا واقعا به اصطلاح صفوی ها ایرانی های اصیل بودن یا نبودن. بعد یکم من به اصطلاح خودتون بهتر میدونید کریم خان یعنی سلسله کریم خان اینقدر تو خانواده خودشون هم دیگه رو کشتن، دیگه کسی از این خانواده باقی نمون. شما چجوری میتونید بگین اصلا سلیم بودن و نمیدونم اون روز نبودن این صحبت ها؟ حتی دیگه که میخواستم از شما به اصطلاح لطفاً یه خود بیشتر توجه بکنید، خواستم توجه این مطلب داشته باشید که وقتی رضا شاه به حکومت رسید جامعه ما هیچی نداشت، نه جاده داشت، نه ارتش، اصلا هیچی نداشت. و وقتی که به اصطلاح بعد از 20 سال حکومتش تموم شد، به هر حال ما لااقل یک تقریبا ارتش عربی متمرکزی داشتیم، برقی داشتیم، جاده داشتیم، بیمارستان داشتیم و چیزای دیگه. بعدش هم ظرفیتی که شما میفرمایید دموکراسی، صحبت از دموکراسی یاد میکنید، خواستم فقط شما توجه داشته باشید همین الانم آیا جامعه ما ظرفیت داشتن دموکراسی را داره؟ من فکر نمی کنم من همچین چیزی رو. وقتی که به من دارید ازتون خیلی ممنونم، خیلی خیلی هم خوشحال شدم که با تون صحبت کردم. ممنون میشم، من تلویزیون من گوش می کنم. شما ممنونم، بسیار بسیار لطف کردین. اجازه بدید که این مطلب رو فراموش نکنیم برادر من، که کس نیاید به زیر سایه بوم، بر همای از جهان شود معدوم. ما بایستی که عرض کنم که در طریق آزادی بکوشیم، اگر ما موفق نشدیم آیندگان ما بکوشند، ما محکوم هستیم به آزادی، محکوم هستیم به صدق و راستی. این که ما تصور کنیم که این جامعه ظرفیت دموکراسی نداره، بنابراین ایمان بیاوریم به استبداد، استبداد سازنده، این ما رو به جایی نمیبره، به جهنم میبره، کمایی که نبرد. خب میفرمایید که خب اول قرن ما چیزی نداشتیم. اول این قرن مگه چه کسی چیزی داشت؟ 100 سال پیش کسی چیزی نداشت. 3-4 تا اختراع در جهان شده بود، هیچ جایی جا نبود. شما فکر میکنید مثلا در افغانستان بیمارستان بود، یا در نمیدونم کشور عربی چیزی بود، یا فرض کنید که نمیدونم کشور آفریقایی خبری بود؟ نه، هیچ چیزی نداشت. ساختن مردم، برای خودشون ساختن، به دست خودشون ساختن. 100 سال هم آخه گذشته. یعنی شما میفرمایید که بیواستی ما حالا ساختمان بیمارستان هم نمیداشتیم. آیا شما کشوری سراغ داریم که بیمارستان نداشته باشه امروز، جاده نداشته باشه امروز، 4 تا دانشگاه نداشته باشه؟ بابا اینا دستاوردهای این قرن بوده دیگه عزیز من. آخه 800 کیلومتر آهن که دیگه مایه افتخار نیست واقعا. درست اون زمان پروژه خیلی مهمی بوده، درود بر رضا شاه و همتش، خیلی خوب، اما واقعا ما یه خجالت شرم شرمساری دیگه. والا ما بنشستیم اینجا میگیم این راهن، کدوم راهن بابا؟ 900 کیلومتر راهن که شد راهن؟ هندو برابر ایران 90,000 کیلومتر راهن داره، اصلا به حساب نمیاد، کسی اصلا صحبت راهن نمیکنه اونجا. چقدر این منت این راهن گردن ما رو خورد کرد. اتفاقی نیفتاده در مملکت ما عزیزم، چیزی ساخته نشده، زیربنایی هیچی. ما نفت فروش بودیم زمان مظفرالدین شاه، هنوز نفت فروشیم. در دوران پرعظمت شاهان پهلوی نفت فروش بودیم، در دوران پربرکت اسلامی هم نفت فروشیم، خبری نشده توی مملکت، اتفاقی نیفتاده. اقتصاد صنعتی هنوز نیامده توی کشور ما. نگاه کنید ببینید رقم صادرات، ببینید ما کجا هستیم، ما کجای اقتصاد جهان هستیم. ما نفروشیم، این نفروشی هم بین 5 تا 10 سال دیگه تمام میشه، تکلیفمون الحمدلله روشن میشه. کاری نکردن برای مملکت. 4 تا 100 و 1 جاده و 4 تا 100 و 1 راهن، اینم شد اینفراستراکچر، اینم شد زیربنا، کارخونه هاش کو، تشکیلاتش کو، زندگیش کو، این هم اومدن خوردن و بردن.
اتفاقی نیفتاد عزیزم اونجوری که شما فکر. اینم نمیخواستید بشه واقعا؟ یعنی انتظار داشتید که مثلا میبایستی ایران یک قرن نفت فروشی بکنه، همه ذخایرشو بفروشی، 900 کیلومتر راه آهن نداشته باشه، دو تا دانشگاه هم نداشته باشه. بابا قرن بیستم بوده بابا جان، این داستان ها شرایط قرن بوده، این نمیکردی کسی دیگه میکرد. اون چی ما از دست دادیم قانون بود پدر من. در باب ایرانیان که عرض کردم، شما سراغ ندارید ایرانیان تخریب مدنیت کرده باشن، به من نشون بدید یک کتاب سوزانی کرده باشن. حالا چهار تا برادران کریم خان به هم تو سر هم زدن و این کریم خان تنها پادشاه ایرانی بوده، بدین وجه که تبارش ایرانی بوده، زبانش هم ایرانی بوده. اگر دیگران یا تبارشان هم ایرانی بود، زبانش چیز دیگری بود. خلاصه این که اینجا رو ما نمیخوام بحث ما خود نکرده مثلا به طرف مسائل نژادی و اینا اصلا مطرح نیست، اما ما از روزگار سامانیان که میدونیم چه مردمان بزرگی بودن و این آل بویه دیگه نداشتیم ایرانی، یک سره حکومت آسیای مرکزی ها بوده. اجازه بدیم واژه ترک هم استفاده نکنیم که حالا بعضی هم مثلا بر بخوره، چون واقعا زبان نژاد رو نشون نمیده. اگر که زبان عرض میکنم چیز نژاد بود، نماینده نژاد بود، خاله آفریقایی همه انگلیسی بودن، چون نصف آفریقا انگلیسی حرف میزنن، نصف دیگه‌ش هم فرانسه و زبان‌های دیگه. نه این زبان خب زبان ترکیه. وقتی ما میگوییم ترکان آسیا مرکزی، این آدم های زردپوست اون سوی نمیدونم قاراقوروم و نمیدونم کجا قاراقالپاق و نمیدونم خلخ و از این اونجا بودن، بیابانی بودن دیگه، آمدن مملکت ما رو خراب کردن دیگه، تاریخ جلو چشم ماست، هزار سال هم حکومت کردن. از قاجارها بگیرید تا عرض کنم سلجوقیان و غزنویان، اینا همه ترکان بودن عزیزم. سلطان شوخی نیست که. یک علی خان ما داریم در این میانه، نادرشاه هم البته از تبار ترکمانان قراخلو بوده میدونید که. و ایرانیان ما جنساید ما ندیدیم که ایرانیان جنساید کنند، ما ندیدیم که عرض کنم که مخرب مدنیت باشن. فکر میکنم گزارش مرحوم بهار بود که به جز کتابایی که محمود و اشرف سوزاندن در اصفهان، در تاریخ این مردم منطقه کتاب سوزانی ما نداشتیم. ظالم نبودن خلاصش مردم ایران، یه کارهایی کردن آسیای مرکزی ها که آدم واقعا وحشت میکنه، از پوست کندن و سر بریدن و منار درست کردن، که ایرانی ها بیشتر از این کارا کردن. چوب آوردن رو نمیدونم 50,000 نفر رو بزنن به چوب، پوست بکنن رو نمیدونم سر و گچ منار درست کنن، اینا کار اینا و آسیای مرکزی ها بود. ظالم بودن آقا، ظالم بودن، مردمان خشنی بودن. این که گزارش های تاریخه و بنده نمیگم همه ایرانیان فرشته بودن و اینها، نه نه والا. بفرمایید. الو. خب هموطنان گرامی، وقت برنامه ما در اینجا به پایان رسید، به جهت اینکه برنامه دیگری هست مجبوریم از شما خداحافظی بکنیم تا روز دوشنبه که در باب مغالطات صحبت میکنیم. بسیار سپاسگزارم از سیاوش در اتاق فرمان، بسیار ممنونم از شما که لطف میکنید و توجه میفرمایید و محبت دارید. تا روز دوشنبه که در خدمت شما خواهم بود با برنامه دیگر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.